سلام بی نهایت خوش اومدید امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه در این ویدیو کوتاه آموزشی قراره با همدیگه بریم سراغ دایره مثلثاتی بررسی کنیم ببینیم نسبت های یعنی سینوس و کسینوس و تانژانت و کتانژانت. در دایره مسلساتی دارای چه علامت هستند که در ویدیوهای بعدی قرار ازشون استفاده کنیم و اما در دایره مسلساتی که شامل چهار تا روب هست میتونم اینجوری بگم جهت حرکت همیشه خلاف اقربه های ساعت میشه نقطه شروع شما صفر درجه است بعد میرسی به 90 درجه 180 درجه 270 درجه و دوباره برمیگردی سر جای اولت 360 درجه پس شما بهتر از من میدونی که 0 درجه و 360 درجه هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن در رابطه با علامت های سینوس و کسینوس و تانجانت و کتانجانت در روبه اول، روبه دوم و روبه, سا... چهارم چه نکته احتیاج هست که بدونی؟ ببین دوست من علامت جناب سینوس اگر که شما بالای محور باشی می مثبت و اگر پایین محور باشی علامتش میشه منها علامت کوسینوس اگر که شما سمت راست محور باشی می مثبت و اگر سمت چپ محور باشی میشه منفی علامت تانژانت و کوتانژانت حاصل ضرب علامت سینوس در کوسینوس خواهد بود بریم ما دیگه عرصی کنیم در رو اول قرار دارم به من بگو ببینم الان بالای محور هستم یا پایین محور احسن بر شما من بالا هستم پس علامت سینوس مثبت برای کوسینوس سمت راست هستم یا سمت چپ باری که الان میگی اول میشه سمت راست پس علامتش مثبت علامت تانجانت و کوتانجانت می شود حاصل ضرب علامت سینوس در کوسینوس که قطعا اینها علامتهای مثبتی خواهند داشت رو به دوم به این دلیل که بالای محور قرار دارم علامت سینوس می شود مثبت اما در سمت چپ محور قرار دارم پس علامت کوسینوس منفی خواهد بود و قطعا حاصل ضرب مثبت در منفی یعنی علامت تانجانت و کوتانجانت من منفی می شود در ربع سوم به این دلیل که در پایین محور قرار دارم علامت سینوس منفی هست در سمت چپ محور قرار دارم پس علامت کوسینوس هم, می شود منفی چه منفی در منفی یعنی علامت تانجانت و کتانجانت مثبت در ربع چهارم در نا... پایین قرار داریم علامت سینوس منفی با توجه به در سمت راست قرار داریم علامت کوسینوس مثبت خواهد بود که علامت تانجانت و کوتانژانت من می شود منفی پس این شد علامت نسبت های مسلسطی در دایره مسلسطی و اما سوال گفته تانژانت به اگر بزرگتر از صفر باشه و سینوس به کسینوس کوسینوس کوچکتر از صفر اون وقت بفهمه که آلفا در چروبی قرار داره من میدونم که تانژانت یعنی سینوس آ به روی کوسینوس آ و کوتانژانت هم یعنی کوسینوس آ به روی سینوس آ اگر بیام سراغ بازی مخرج مشترک میشود سینوس آ در کوسینوس آ در مخرج صورت عبارت میشود سینوس به توان دو به علاوه کسینوس به توان دو من میدونم سینوس دو به علاوه کسینوس دو میشود یک پس صورت دارم یک مخرج هم هست سینوس آ در کسینوس آ این بزرگتر از صف بوده خب صورت که معلوم مثبت یک که کاری بهش ندارم نتیجه ای که میگیرم اینه میگم سینوس آ ضرب در کسینوس آ باید حتما بزرگتر از صفر باشه در زم طراح به من گفته سینوس آ به علاوه کسینوس آ کوچکتر از صفر وقتی سینوس ضرب در کسینوس بزرگتر از صفر شه چه نتیجه میگیرم میگم هر دو تا باید مثبت باشن یا هر دو تا باید منفی باشن در چه صورتی هر دو تا منفی میشن وقتی من در ناحیه اول باشم در چه صورتی هر دو تا منفی میشن وقتی من در ناحیه سوم باشم حالا که سینوس علاوه بر کوسینوس کوچکتر از صفر شده مگر ممکنه که من در ناحیه اول باشم به هیچ عنوان در ناحیه اول سینوس علامتش مثبت هست کوسینوس هم علامتش منفیه علامتش مثبت جمع دو تا عدد مثبت به هیچ عنوان کوچکتر از صفر نمیتونه بشه یعنی ناحیه جواب من با توجه به این حتما حتما باید ناحیه سوم باشه پس چی شد استدلالم گفتم سینوس ضرب در کسینوس مثبت بوده پس باید در ناحیه اول یا سوم باشم با توجه به اینکه جمعشون منفی بوده در ناحیه اول نمیتونم باشم چون در ناحیه اول جمعشون مثبت میشه یعنی ناحیه ایدال برابر با سه خواهد بود و اما سوال برای شما گفته اگر سینوس پی و علاوه ایکس برابر باشه با یک دوم سینوس پی منهای و انتهای کمان ایکس در سوم باشه حاصل کوتانجات پی دو و علاوه چی میشه از سوالات آزمون قلمچی سال 97 بینای سپاسگزارم تا انتهای ویدیو همراه من بودید خدا نگهدار